صدا رفت، دوربین رفت، اکشن. صدای قانون، صدای قانون. سلام، خوش اومدین به صدای قانون. من نسیم معصومی این بار از برلین و فستیوال برلیناله با شما هستم و ازتون که با دنبال کردن پادکست صدای قانون نشون میدین که میخواین از سینمای مستقل و بدون وابستگی به هیچ دولت و تفکر سیاسی و تحمیلی باخبر باشین، دعوت میکنم تا پایان این قسمت همراه ما باشید. سینمایی که با وجود تمام سانسورها و محدودیت‌ها در ایران همین حالا نمونه‌هاش داره در 74مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم برلین به نمایش در میاد. قسمت قبلی پادکست صدای قانون به کوشش قانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما همزمان به دو موضوع می‌پرداخت: فیلم من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر ساخته فرشاد هاشمی به عنوان نماینده تحسین شده سینمای مستقل که به تازگی جایزه اینگمار برگمن رو به عنوان بهترین فیلم اول یک کارگردان در فستیوال گوتنبرگ سوئد برنده شد، و از اون طرف درباره نوع برگزاری و جوایز 42مین جشنواره حکومتی فیلم فجر که حتی در نقد و نظر دربارش هم یک سر شاهد وابستگی بودیم. در حالی که قسمت قبلی پادکست و میزگرد تندوتیز کاوه فرنام تهیه کننده و امیر پوریا منتقد فیلم در بررسی جشنواره فجر تازه گذشته هنوز داره شنیده میشه، ما با قسمتی تازه در کنار شما هستیم و به فستیوال فیلم برلین مشهور به برلیناله میپردازیم. فستیوالی که مهمترین مارکت سینمایی اروپا، یعنی بازار فیلم اروپا، در کنارش و در طول برپایی این فستیوال برگزار میشه و ایفما برای دومین سال متوالی در این بازار فیلم غرفه داره. کانون فیلمسازان مستقل ایران تلاش میکنه فیلمهای ایرانی مستقل رو که با نگاه به واقعیت زندگی ایران و ایرانی ساخته میشن، چه در ایران و بدون مجوز ارشاد و چه در بیرون از مرزهای کشور، در غرفه معرفی و حمایت کنه. در طول قسمت‌های ویژه برلیناله در پادکست صدای قانون به فیلم‌های ایرانی حاضر در فستیوال برلین امسال که همگی خارج از دایره فیلم‌های دولتی و سینمای رسمی و داخلی ساخته شدن و همچنین به فعالیت‌های ایفما در فستیوال نگاه می‌کنیم. بعد از افتتاح غرفه ایفما در فستیوال برلین 2024 در روز شروع بازار فیلم اروپا، یعنی پنجشنبه 15 فوریه همزمان با 26 بهمن 1402، اولین برنامه ویژه قانون
برگزاری گرد همایی فیلمسازان مستقل بود که عصر روز جمعه برپا شد. مهشید زمانی، منتقد سینمایی و عضو ایفما اجرا کننده این جلسه صمیمانه بود و ما بعد از شنیدن شروع حرفای ایشون که طبیعتاً به زبان انگلیسی بود، شرح و گزارش امیر پوریا همکار منتقد اون رو از این گرد همایی با هم میشنویم. I bet most of you know about IFMA, but IFMA was established as a response to Woman Life Freedom. توی این صحبت‌های اولیه که خانم مهشید زمانی منتقد فیلم و عضو کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما داشت، کلیت این گرده همایی سینماگران و دست‌اندرکاران و فیلمسازان مستقل رو توضیح میداد، اشاره کرد به اینکه اساساً این کانون در امتداد شروع اعتراض‌های مردم ایران بعد از قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور 1401 شکل گرفت و اولین حضورش رو در برلین پارسال تجربه کرد، هم غرفه ایفما در بازار فیلم اروپا که همزمان با فستیوال برلین برگزار میشه دایر بود، در حالی که فستیوال برلین تصمیم گرفته بود که دیگه غرفه ای رو به نمایندگان سینمای دولتی و رسمی و حکومتی ایران اختصاص نده، و هم گرد همایی های شبیه این برگزار شد و پروژه های مختلف سینمای مستقل ایران، چه اونهایی که در ایران تولید میشن بدون در حقیقت مجوزهایی که وزارت ارشاد لازم میدونه، به طور زیرزمینی و مخفیانه ساخته میشن با مخاطرات فراوان، و چه فیلم های فراوانی که بیرون از ایران کار میشن با نزدیک شدن به ضربان واقعی زندگی مردم و اون چیزی که التهابات و دغدغه های مردمه که معمولا توی سینمای توی گیومه دارای مجوز به طور مطلق نادیده گرفته میشه، انگار که اصلا مردم این دغدغه ها رو ندارن، انگار اینا جزء مسائل زیستی و روزمره و دل مشغولی های مردم ایران نیست. همیشه توی سینما ایران این دغدغه ها غایبن. اینو فیلم ها خیلی هاشون دارن بیرون از ایران تولید میشن و کانون سینماگران مستقل همیشه در واقع حامی این فیلم ها بوده. خیلی از اینها تولید کسانی است که جزء اعضای کانون هستن. در طول این گردهمایی دست‌اندرکارهای مختلف سینمای مستقل با هم از روش‌های فیلم ساختن در این سینما حرف زدن. سینمایی که تفاوت‌های تولیدی و داستانی خاص خودش رو با سینمای رسمی در ایران داره و تولید فیلم در این سینما چه توی مرزهای ایران و چه بیرون از مرزهای ایران به هر حال سختی‌های فراوان داره. بخش دیگری از این گردهمایی رو می‌شنویم. اینجا مهشید زمانی مجری گرده همایی داره از کاوه فرنام تهیه کننده برای صحبت دعوت میکنه و بعد اشاره ای از امیر پوریا درباره گرده همایی هم با هم دیگه خواهیم داشت. Then we are going to gather for a group picture, right? And Kaveh, everybody knows Kaveh, right? Okay. Hello everybody. Thank you so much for coming. برای خود من این جالب بود که کاوه فرنام در صحبتاش تاکید کرد که کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما یک تشکل سیاسی نیست، یک نهاد سینمایی، یک کانون صنفی سینمایی که تلاش میکنه بستری برای شکل گرفتن و به تولید نزدیک شدن و در امتداد تولید میخواد اینها رو به پخش جهانی نزدیک کنه، فیلم هایی که به طور مستقل تولید میشن بدون نیاز به مجوز در ایران و بدون پیگیری مجوز اساسا. خب این برای من چیز جالبی بود به دلیل اینکه خیلی ها تصور میکنند که بنیان فعالیت های ایفما سیاسیه، در حالی که در عمل به دلیل اون محدودیت ها و فشارهایی که اعمال میشه از طرف حکومت ایران، از طرف وزارت ارشاد، سازمان سینمایی بر سینماگران برای اینکه سراغ مضامینی که مسائل روزمره مردمان نرن، سراغ نگرانی هایی که خیلی از مردم دارن و ممکنه به ترسشون، به مهاجرتشون، به توی فشار و محدودیت قرار گرفتنشون در جامعه ایران منجر بشه نرن، از اون طرف فیلم ها رو حتما با حجاب اجباری
همچنان بخوان بسازن، در حالی که در هیچ پیاده روی در ایران شما نمیتونید که بدون اینکه مردم رو محدود بکنید به طور واقعی تصویری ثبت کنید که توش نشانی از افراد بدون حجاب اجباری و دارای حجاب اختیاری نباشه. در نتیجه به طور طبیعی فیلم هایی که در حقیقت دارن به طور مستقل و خارج از اون چارچوب نیازمند مجوز کار میشن، چه توی ایران و چه بیرون از ایران درباره ایران، خود به خود این جلوه رو پیدا میکنن که به نظر میرسه انتخابشون سیاسیه. در حالی که تأکید کاوه فرنون برای من خیلی جالب بود که این فیلم ها مستقل بودنشون و نبود وابستگی در شرایط تولید و شکلگیری و خودسانسوریه که باعث میشه در واقع مورد حمایت ایفما قرار بگیرن و عملا خروجیش این میشه که به نظر میرسه همه اینها با یک گرایش سیاسی انتخاب شدن، به دلیل اینکه وقتی شما میخوای به التهابات زیستی واقعی مردم نزدیک بشی توی اون چارچوب سینمایی که مثلا همین امسال از دبیر جشنواره فجر بارها شنیدیم و از رئیس سازمان سینمایی که فیلم ناامید کننده نداریم، هیچ فیلمی که درباره یک یأس و نگرانی و دلمشغولی تو هم با ناامیدی باشه نداریم. خب این عین اینه که من بگم که ما در سینما ایران هیچ فیلمی با هوای ابری نداریم. خب میتونم همه روزهای فیلمبرداری رو به اجبار بندازم توی روزهای آفتابی و اجازه ندم که فیلمی هوای ابری رو ثبت کنه، اما این حرفم که فیلم ناامید کننده نداریم طبعا واقعی و واقعیت جامعه هم نخواهد بود. به این دلیل در نهایت فیلم های مستقل، واقعا مستقل، عمیقا مستقل، انگار همشون با یک گرایش بازتاب مسائل سیاسی اجتماعی واقعی مردم انتخاب میشن یا مورد حمایت ایفما قرار میگیرن، در حالی که ماهیت ایفما همونطور که کاوه فرنون توی این گرده همایی سینمای مستقل در فستیوال برلین 2024 توضیح داد، یک تشکل سیاسی نیست. تعداد فیلم های ایرانی این دوره از فستیوال برلین کم نیست. البته به دلیل محدودیت های زیادی که برای سینماگران داخل ایران به وجود اومده و حجم عظیم موضوع هایی که قربانی سانسور وزارت ارشاد فعلی میشن، خیلی از این فیلم ها به ناچار تو کشورهای دیگه تولید شدن و به همین علت عبارت محصول ایران تو شناسنامه‌شون نمیاد، اما توسط فیلمساز ایرانی و درباره ایران و ایرانی ها ساخته شده. بعضی از این فیلم ها موضوع معرفی و بررسی ما تو پادکست صدای کانون نیستن، مثلا فیلم هجوامیزی به اسم شهید که در بخش فروم حضور داره، فیلمی ساخته نرگس کلهور، دختر مهدی کلهور، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و از اصولگراهای تندرو که ظاهراً برخلاف مسیر شعارهای پدر و جناح سیاسی و ایدئولوژیک ایشون ساخته شده، یا فیلم دیگه‌ای به نام خمیازه بزرگ ساخته علیار راستی با بازی محمد عاقبتی، مهین صدری و صابر عبر که البته در ایران تولید شده و در بخش بازخوردها پذیرفته شده و البته ترجمه اسم انگلیسیش میشه خمیازه بزرگ تاریخ. اما یکی از فیلم‌هایی که شاید ساخته شدنش رو برای ثبت حال و هوای ایران این سالها میشه یک اتفاق تعبیر کرد، مستندیه به نام سیاره دزدیده شده من ساخته فرهناز شریفی که در بخش پانوراما حضور داره. حالا از امیر پوریا بشنویم که در روز سوم فستیوال این فیلمو دیده و داره بعد از خروج از سالن با ما حرف میزنه. من الان بعد از نمایش فیلم سیاره دزدیده شده من توی سالن کیوبیکس 8 که نمایش ویژه پرس مطبوعات بود در فستیوال 2024 برلین 74مین دوره برلینناله، در کنار مردمی از سالن اومدم بیرون که فکر میکنم با وجود استقبال فراوانی که از فیلم داشتن، حالا مردم و منتقدان و مطبوعاتی ها، با وجود استقبالشون احساس من با اونا یه تفاوتی داره. فیلم شرح تجربه های فردی خود کارگردان فرهناز شریفیه از زمانی که در بچگی
به محض اینکه به عنوان یک دختر بچه دبستانی سالهای دهه 60 خورشیدی در ایران پاشو میذاشته توی حیات خونه در شهر رشت عزیز ما، مقنعش رو از سر بر میداشته و بعد از سیری که فیلم طی میکنه برای انتقال تجربه های او در طول این 45 سال و در ضمن به طور مشخص در طول 2-3 سال اخیر که منجر شده به حضور و فعالیتش در بیرون از ایران و از جمله ساخته شدن همین فیلم، در حقیقت در امتداد این سیر میرسه به تصویر دختر بچه ای از مردم معمول ایران بعد از معمول، که میگم یعنی بدون انگیزه های سیاسی، که اصلا شوخیه چون داریم راجع به دختر بچه حرف میزنیم، بدون انگیزه های سیاسی که دارن اعتراضشون رو با رفتارهای معمول به اصطلاح نافرمانی مدنی ابراز میکنن، از جمله دختر بچه که توی کوچه و خیابونی که از مدرسه در اومده مقنعش رو از سر بر میداره و تعبیر فیلم اینه که توی اون سیاره فردی که ما هر کدوم توی خونمون داشتیم و اونجا میتونستیم خودمون باشیم برخلاف ریا و تحمیل و فشار و زور و اجبار، از جمله جلوش در حجاب اجباری که حکومت تحمیل میکرد، این مقنعه رو بر میداشته، ولی الان این آرزو رو داره که کاش در 7 سالگی در همون سیاره اونها که ما میدونیم همه کیا هستن، با چه نگرشی و با چه کسانی که از مزایای همراهی باهاشون بهره مندن، کاش در سیاره همونها مغنعمو برمی داشتم. یه همچین تعبیری در انتهای فیلم مطرح میشه. این که میگم احساس من با احساس همه تماشاگران آلمانی و بین المللی که ازش استقبال هم کردن قطعا فرق میکنه و احساس ماها فرق میکنه، اینه که ما کشتگانی که در طول اعتراض‌ها تصویرشون توی فیلم میاد و از جمله اشارات فیلم اینه که خیلی تناقض یا احساس عجیبی به وجود میاره، کسانی که کشته می‌شدن در خیابان یا در اعدام‌های بعد از اعتراض‌های شهریور 1401 در ایران، خانواده‌شون تصاویری از رقص‌های اونها، چه مرد چه زن، به اشتراک می‌ذاشت و اینها بسیار دیده می‌شد در شبکه‌های اجتماعی. ما همه اینها رو به اسم می‌شناسیم. ما همه این روزها رو که فیلم داره ثبتشون می‌کنه به عنوان بخشی از ایده مرکزیش که تقابل بین حافظه و تلاش برای ثبت و از اون طرف فراموشیه، یعنی می‌خواد به اون فراموشی دچار نشه و نشیم، توی این بخشی از این ایده فیلم داره همینا رو ثبت می‌کنه. همین چیزهایی که ما هر روز و هر شب اسکرول کردیم در شبکه‌های اجتماعی و حالا میخوام اشاره کنم به اون تقابلی که گاهی بین ما و برخی از دوستان منتقدی که در ایران هستن برقرار میشه، که فکر میکنن یا ادعا میکنن که همچنان صرفاً باید با معیارهای زیبایی شناختی سینما که از ابتدای پیدایش سینما یا شاید در برخی موارد بعد از شکل‌گیری سینمای ناطق و صدادار وجود داشته باید با فیلم ها مواجه بشیم. نه، چنین چیزی نیست. ذهن و احساس ما در طول آنچه که در اعتراض های بعد از شهریور 1401 و رنج مردم بر اونها طی شده، بر اونها گذشته، درگیر چیزهایی میشه که معیارهای دیگری رو هم برای ثبت حقانیت و اصالت و صداقت یک فیلم جاری میکنه توی ذهنمون. بخشی از ماجرا همینه که ما در سال 88 با وجود اون همه اعتراض گسترده و اون همه جان دادن و خون دادن، فیلمی الان نداریم جز تصاویر پراکنده‌ای که توی یوتیوب فارسی به فرض هست، فیلمی نداریم که مرگ ندا رو جهانی کرده باشه، فیلمی نداریم که تاریخ روز به روز اون مواقع رو ثبت کرده باشه. هر فیلمی که وجود داره، مثل همون مستندی که بعد از مرگ دوبلور بزرگ ناصر طهماسب به ناچار او رو هم به عنوان کسی که در بخشی از کارنامه او رو هم به عنوان اینکه گوینده اون فیلم بود، اون مجموعه مستند بود، در واقع آلوده می دیدیم، جز اون موارد که نتیجه تولیدات رسمی سازمان صدا و سیما و خود جهت و نگرش حاکمیت، ما فیلمی نداریم. برای من 3 سال پیش مثل یه خیال بود که توی فستیوال برلین فیلمی با وجود لو باجت بودن و تعلق به سینمای مستقل به طور کامل حرفه‌ای تولید بشه و روی پرده بره که تماشاگران سراسر جهان ببیننش، که تاریخ همین روزهای ایران رو ثبت کرده باشه. به این توجه کنیم که نزدیک به اواخر فیلم وقتی اشاره میشه به این که برخورد توی یک اتوبوس بین یک زن محجبه و در واقع اینش به تنهایی که خب اعتقاد خودشه، اون مهم نیست، یعنی اون عامل فشار نیست، محجبه‌ای که میخواد حتما دیگران رو به شیوه زیستی خودش واداره، اجبار کنه و بهشون تحمیل کنه، فیلمی از سپیده رشنا گرفت که منجر شد به بازداشت و
مسائل مربوط به او، چند هفته بعد از اون قتل حکومتی مهسا امینی رخ داد و اینها توی فیلم ثبت شده و روایت شده. تلخ و در عین حال جالب اینه که از سالن سینما میایم بیرون و خبر جدیدی راجع به اینکه حالا فعلا به یک دلیلی حکم زندان سپیده رشنا اجرا نمیشه میاد توی شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. یعنی ببینید تا چه اندازه فیلم ثبت لحظه‌های زیستی جاری ماست و این چقدر مهمه که ما این مشاهدات تلخ و رنجاور و پراکندمون توی شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان رو حالا در قالب یک فیلم که تجربه فردی رو به تجربه زیستی و اجتماعی میلیون‌ها ایرانی بدل می‌کنه و ثبت و روایتش می‌کنه داریم. قسمت اول پادکست های ویژه برلین 2024 در اینجا به پایان میرسه. خیلی زود با قسمت بعدی صدای کانون درباره برنامه های دیگه ایفما تو فستیوال برلین و فیلم های ایرانی و درباره ایران در این فستیوال با شما خواهیم بود. راستی یادتون نره که با ما از طریق ایمیل صدای کانون در ارتباط باشید، podcast@ifma.net. ما مشتاقانه شنونده نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. مرسی که همراه ما بودین. مرسی که صدای کانون رو شنیدین.